یکی از بخش‌های لایحه بودجه افزایش جزئی حقوق بازنشستگان است. هنوز مشکلات متناسب سازی حقوق بازنشستگان و خصوصاً بلا تکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی پابرجا است و همین امروز گروهی از فرهنگیان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند و تجمعی هم در کرمانشاه برگزار شده. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر از لندن. خانم کریمی، تناقضات بودجه دولت پزشکیان را از بعد مطالبات بازنشستگان بررسی کنیم با توجه به افزایش 20% که برای حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در نظر گرفته شده. چرا دولت مطالبات بازنشستگان رو باز هم نادیده گرفته؟ درود می‌فرستم به شما، همکارانتون و مخاطبین محترم. ببینید، لایحه بودجه 1404 رو ما فقط از بهتره که فقط از طریق از روش حقوق بازنشستگان نبینیم. ببینید، ما مثل بودجه‌های گذشته، سال‌های گذشته، از یک طرف افزایش 80%، 40%، 50% رو در درآمدهای دولت داریم، بعد افزایش حقوق‌های 20% رو داریم برای کارمندان و برای بازنشستگان. شما این فشار دو طرفه رو اگر در نظر بگیرید، اون موقع میتونیم به اون عمق واقعی پی ببریم که الان بازنشستگان اگر دارن مثلا میتونن حقوق میگیرن، مالیاتشون سال دیگه قراره بشه 40% افزایش پیدا بکنه. قراره که اوراق مشارکتی در بورس ایران منتشر بشه، در بازارهای مالی ایران منتشر بشه که هزینه تولید رو بالا ببره، بازار سرمایه ایران رو ریزش پیدا بکنه و از این طرف اثر مستقیم داشته باشه روی سفره‌های مردم. ببینید، برای بودجه سال آینده علاوه بر 39% که برای مالیات در نظر گرفته شده که افزایش داده بشه، اوراق مشارکت قرار 175% افزایش داده بشه. یعنی چی؟ یعنی تولید لبنیات، تولید گوشت، تولید دارو، همه اینها هزینه‌اش میره بالا و این مستقیم میره روی سفره مردمی که خب حقوقشون 20% افزایش پیدا کرده. گفتین در گزارشتون قراره که مالیاتشون، قراره که حقوق بازنشسته بشه 11 میلیون تومان. از اون طرف هزینه های زندگی به صورت تصاعدی بالا میره و اون 11 میلیون تومان رو متاسفانه تو چند برابر اون مبلغی که الان دارن میگیرن خب پوشش میده و هزینه های زندگی رو بالا میبره. بازنشسته ها رو حالا گذشته از بازنشسته ها، خیلی از طرفدارای دولت مثل مثلا پرستارا، مثل گندمکاران که به نام اونها از صندوق توسعه ملی برداشت کردن، ولی هنوز من نمیبینم که حقوقشون پرداخت شده باشه، مطالباتشون کم شده باشه یا اعتراضاتشون اومده باشه پایین‌تر. بعد الان ببینیم که پیشبینی میکنن و خبر میدن از برداشت‌های بیشتر از صندوق توسعه ملی. بنابراین نه اراده‌ای من میبینم در پرداخت مطالبات بازنشستگان و نه اینکه توان رو نبینم، توان رو میبینم ولی اراده‌ای نمیبینم و شفافسازی وجود نداره. دولت پزشکیان نمیاد بگه که ما بنزین قاچاق داریم میکنیم، خود وزارت نفت داره روزانه 20 میلیون لیتر بنزین قاچاق میکنه، از اون طرف میگه به خاطر قاچاق بنزین خب ما بنزین ارزانه، به خاطر ما قاچاق بنزین رو داریم. بنابراین وقتی شفافیت وجود نداره، اراده ای هم وجود نداره و متاسفانه به نظر نمیرسه که این اعتراضات کمتر بشه در آینده نزدیک. سپاسگزارم. آرزو کرمی، خبرنگار اقتصادی از لندن، با ما که دعوتمون رو پذیرفتید.